با توجه به ابزاری که داری، تاکتیک، ترکیب و اینستراکشنت رو انتخاب بکن توی بازی. این ویدیو به شدت بمبه. کماکان حسیس هستم. تا آخر ویدیو همراه هم باشید. خب رفقا، درود بهتون، خوش اومدید به ویدیو دیگه. این ویدیو همونطور که توی اینترو هم گفتم، جدی دارم میگم، از نون شب واجب تره. یعنی اینو باید بدونید. یه نفر که میخواد توی آلتیمیت حرفه‌ای بشه باید این قضیه رو بدونه. قبل از اینکه برم سراغ اصل مطلب، یادتون نره بازم لایک، سابسکرایب چنل، شیر ویدیوها فراموش نشه و کامنت مهمتر از همه اینه. خیلی از این ویدیوهایی که میبینید دارم میسازم به خاطر کامنتایی که بچه‌ها گذاشتن و از اونا در واقع موضوع میاد بیرون و من میتونم بهتون بیشتر کمک کنم. بریم سراغ اصل داستان. ببینید بچه ها، خیلیاتون از من میپرسید که آقا مثلا به فلان بازیکن چه اینستراکشنی بدم بهتره، یا مثلا تیم من اینه چه ترکیبی بازی کنم بهتره، یا مثلا چه تاکتیکی بذارم بهتره. این سوالا اساسا برمیگرده به دو تا چیز: یک، سبک بازی خودتون، و دو، ابزاری که توی زمین دارید. یعنی با توجه به بازیکنایی که توی زمین دارید بعد بهشون اینستراکشن بدید. یه وقت هست یه نفر میتونه مثلا با یه مهاجم مثل هریکین بازی بکنه. هریکین چه مدلیه؟ اولا اینکه مهاجم اجایلی نیست اصطلاحا، یعنی بازیکن چابک و سریع نیست. دو، اینکه بادی تایپ بزرگی داره. این بادی تایپ بزرگ بودنش باعث میشه که نوع بازی که دارید از بازیکن میگیرید فرق بکنه. به یکی مثل هریکین مثلا اینستراکشن گتین بیهایند ندید بهتره، چون بازیکن نیستش که فرار بکنه. به اون صورت بازیکنیه که بیشتر مثلا بعد اینستراکشن تارگت من بهش بدید، یعنی نزدیک پلی میکراتون بشه، توپ بگیره، با ال2 مثلا شیلد بگیرید و ازش استفاده ای بکنید که به درد تیمتون بخوره. مثلا فرض کنید ترکیب 4-3-3 چیدید، هریکین مهاجم نوکتونه، دو تا وینگر سرعتی گذاشتید. با توجه به ابزاری که دارید مثلا هریکین دو تا وینگر سرعتی بهتره، خب مثلا هریکین رو تارگت من بدید که بتونه توپ بگیره و پخش کنه برای وینگرا سریع. به وینگرها چی بدیم؟ گتین بیهایند بدید، کاتینگ سایت بدید که بتونن بیان تو، و با توجه به در واقع سبک بازیتون و اون با ابزاری که دارید باید همه اینا رو در نظر بگیرید. یه ویدیو ساختم کاستوم تاکتیک الیت، اونجا من کامل توضیح دادم که آقا کاستوم تاکتیک خود من چجوریه و اینستراکشنایی که میدم چجوریه با توجه به سبک بازی خودم. شما با توجه به سبک بازی خودتون و با توجه به روند بازی باید اینا رو تغییر بدید. باز با توجه به اون چیزی که قبلا گفتم پیشنهاد میکنم که بالانس بدید اینستراکشن ها رو. اما اگر یه سری بازیکن ها رو میبینید با توجه به سبک بازی خودتون فرق میکنه نوع بازیتون، و مشخصا از قبل یه پلنی دارید که آقا مثلا من از هریکین استفاده بکنم برای همون مثلا شیلد گرفتن یا مثلا پاس دادن، با توجه به اون بازیکنه شما میاد اینستراکشن میدید. فرض کنید ترکیب 4-2-3-1 من مثلا. یه چیز دیگه هم باز بهتون بگم، ببینید ویدیوهای آموزشی که داریم میسازیم سلسله وار به هم وصله، مثل سریال میمونه که مثلا 3 تا 4 تا قسمتش رو اگر نبینی چقدر متوجه اصل موضوع نشی. برای همین حتما بعد ویدیوهای قبلی رو ببینید و اینا همه به هم وصله. الان 4 تا از ترکیبای متا رو توی یکی از ویدیوها معرفی کردم که الان هر 4 تاشو میبینید خودم گذاشتم. از اون طرف کاستوم تاکتیک الیت رو گفتم که با توجه به با سبک بازی خودم اومدم کاستوم تاکتیک بهتون گفتم و هر چیز دیگه. حالا اینجا من سری تغییرات دادم که بهتر متوجه داستان بشید. ببینید بالانس رو که از اول گفتم شروع بکنید، و عرض عمق و فلان و اینا که با توجه به ترکیب گفتم برگردید اون ویدیوها، بیشتر توضیح نمیدم. اینجا توی ترکیب خودم رو در نظر بگیرید. ابزار من الان چیه؟ بک میدم عقب ببینید. ابزار من دو تا هافک دفاعیه که این دو تا هافک دفاعی هافکای دفاعی محض نیستن. با توجه به گیم پلی امسال نیاز نیستش که دو تا هافک دفاعی حداقل یکیشون رو محض بذارید. مثلا فیفا قبلی خب یکی توی مسابقات FGS مثلا یه نفر معمولا یکی هافک دفاعیاشو مثلا ویرا میذاشت که اون ویرا بتونه مثلا هافک رو جمع بکنه، ولی امسال اینطوری نیست. بهتره که مثلا بازیکن‌ها رو یه جوری بچینید که بتونن تو اتک هم کمکتون بکنن، تو دفاع هم یه دفاع قابل قبولی داشته باشن. بازیکن‌ها مثل برونو و گولیت که همیشه خوب بوده، دیانگ، این مدل بازیکن‌ها. یا مثلا توی این ترکیب من خب پاکت‌ها یه همچین بازیکنی که با متای بازی سازگاره، یعنی هم تو هافک تو پست هافک دفاعی خوبه، هم توی اتک بری کمک میکنه. ابزار من چیه؟ دو تا هافک دفاعیه که صرفاً محض نیستن. تقریبا 4 تا بازیکن دارم که هم هر 4 تاشون هم میتونن مهاجم نوک بازی بکنن، هم وینگر بازی بکنن، و خب 4 تا دفاع خیلی خوب که هستن. اونا دفاعن کاری باشونه.
بیایم روی تاکتیک 4-2-3-1. ببینید 4-2-3-1 هم من چجوری اینستراکشن دادم. اینستراکشن هم طوری دادم که یه بازیکن مثل پاکتا بتونه به اتکم اضافه بشه. این با توجه به سبک بازی منه، اونایی که لایو استریم رو دیدن توی تویچ هستن، وقتی لایو میشیم ویکند میزنیم رایبل میزنیم هستن میبینن، سبک بازی منو میدونن، بیشتر مبتنی به پاسکاریه و اتک از وسطه. خب برای اینکه این کارو بکنم ابزار من چیه؟ اومدم سانچو رو استیان اج دادم و فری روم. این کار چیکار میکنه؟ آقا سانچو باعث میشه که پشت محوطه رفت آمد بکنه و فری روم هم گذاشتمش که آقا هر جا دلش خواست بره، ولی توی اون با توجه به استیان اج که دادم پشت محوطه این کارو معمولا انجام میده. خب همین به من کمک میکنه که آقا سانچو رو اون وسط همیشه داشته باشم و اگر خواستم مثلثی تشکیل بدم با مثلا فودن، گولیت، سانچو یا مثلا سانچو، وینیسیوس، پاکتا یا سانچو، نیمار، وینیسیوس، همیشه یا هافک تهاجمی اون وسط داشته باشم، یه سی ایمی که بتونه این بازی سازی رو برام انجام بده رو داشته باشم. پس با توجه به ابزارم و سبک بازی خودمه که اومدم این اینستراکشن دادم. حالا یه نفر رو میبینید مثلا با هریکین میتونه بازی بکنه، با توجه به اینکه هریکین با متای بازی سازگار نیست، یعنی نه بازیکن اجایلیه نه بادی تایپ درست حسابی داره. خب فرض کنیم مثلا به جای نیمار اینجا ما هریکین رو داریم. خب هریکین چه مدلی سبک بازیش؟ خب بازیکنی نیستش که بخواد پشت دفاع فرار بکنه، با توجه به حالا سرعتی که داره و اون چابکی که داره بازیکن نیستش که بخواد پشت دفاع فرار بکنه. پس سبک بازی اصلا با هریکین متفاوت میشه، یه ابزار دیگه ایه. هریکین رو مثلا بهتره که آقا تارگت من بدی. تارگت من چیکار میکنه؟ میاد نزدیک میشه به بازیکن پاسور و درخواست پاس میکنه. حالا که توپ رسونید به هریکین با توجه به فیزیک و بادی تایپی که داره میتونید با شیلد بگیرید و با هریکین بازی سازی بکنید، توپو بندازید مثلا برای وینگراتون یا بازی رو بهتر بچرخونید. کسی که مثلا هریکین داره تارگت من میده، خب بهتره که آقا مثلا مهاجماشو یعنی وینگراشو گت این تو باکس بده توی همین ترکیب. خب این باعث میشه که آقا هریکین رو گرفتی، توپو گرفتی، یعنی در واقع با هریکین هافبکات برن سمت باکس و بتونی بازی سازی بکنی. منظورم چیه؟ همون چیزی که اول ویدیو گفتم، خواستید ترکیب بچینید، تاکتیک بدید، اینستراکشن با توجه به ابزاری که دارید و سبک بازی خودتون. یعنی نگاه کنید ببینید آقا سبک بازی من چجوریه. یه وقت هست آقا من اصلا ضد حمله میزنم، وقتی میخوای ضد حمله بزنی خب این منطقیه که آقا مهاجم نوک تو استی فوروارد بکنی، بازیکن عقب نگه داری، دو تا رو مثلا استی فوروارد بکنی، بقیه بازیکن‌ها رو آقا بگید بیان عقب، کامبک آن دیفنس، تو دفاع سری، توی اتاک بتونید زودتر دو تا بازیکن داشته باشید، حالا بکشید زیرش یه بازیکنی داشته باشید قد بلند، باز هریکین رو مثلا میزنم یه بازیکن قد بلند اون جلو داشته باشید سری بکشید زیرش، از اون طرف مثلا تاکتیکتون رو فست بیلد اپ بذارید. سری بعد بیاد از من بپرسید توی دایرکت که آقا مثلا چه ترکیبی بچینم، چه اینستراکشنی بدم، چیکار بکنم. نگاه کنید یک به سبک بازی خودتون و دو ابزاری که در اختیار دارید، بازیکنایی که در اختیار دارید نگاه بکنید و با توجه به اونا باشه که ترکیب میچینید، تاکتیک میدید یا اینستراکشن. یا برعکس اگر میخواید یه ترکیب خاص رو با یه سبک بازی خاص رو پیاده بکنید، با توجه به اون ترکیب و سبک بازی برید بازیکناتونو بخرید و بازیکناتونو بچینید. نکته خیلی مهمیه که خیلی بهش دقت نمیکنن و صرفا فکر میکنن مثلا باید به مهاجم نوکشون گتین بیهایند بدن، یا مثلا باید به وینگرها حتما کاتین سایت بدن یا دریفت واید بدن یا استی واید بدن یا فلان. اینو در نظر داشته باشید و با توجه به اینا باشه که تصمیم میگیرید. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید و بازم تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم. باز یادآوری میکنم لایک، سابسکرایب، شیر ویدیو یادتون نره، مهمتر از این سه تا کامنت حتما بذارید. تا درود دیگر، بدرود.